سلام علیکم خدمت بچه های گلم، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خیلی خوش اومدید به پروژه شب امتحان فولیتو، پروژه‌ای که قراره توی 8 ساعت کل فصل تو، کل فصل ریاضی تو بهت درس بدم و سوالاشو حل کنم. اصلا از این خفنتر و بالتر داریم؟ شاید باورت نشه که اینقدر خفن، اگه اولین بار باشه با ما همراه باشه اینقدر خفن باشه و اینقدر جالب، مگه تو 8 ساعت میشه و فلان. ولی بچههایی که ترم یک با ما همراه بودن اون موقع چون نصف کتاب بود جار زد تمامش کردیم، ولی الان تو 8 ساعت راحت کتاب رو براتون میبندیم. عزیزای دل من، نحوه کار ما به این صورته که ما فصل به فصل میریم جلو. فصل یک و درسنامه‌شو میگیم با مثال، آخرش باز یه سری سوال حل میکنیم ازش، میریم فصل دو، میریم فصل سه، میریم فصل چهار، همینطوری تا آخر. خب پس مدل ریاضی اینطوریه. یه نکته ای که حتما باید یادآورشم بهتون اینه که چون نیمه اول پروژه 10-2 رو ما برای ترم یک آماده کرده بودیم، اون مباحثی که مربوط به ترم یک بودن از کتابتون، مثلا نصف کتابتون میشه دیگه، اولاش من یه نمره آوردم، مثلا گفتم بچه الان مثلثاتتون 8 نمره امتحانتونه فلان. اون نمره هایی که واسه اول فصلای ترم یک آوردم، فصلای ترم یک، اونا مربوط به امتحانات ترم یکه. من الان نمیدونم تو برای ترم یک داری میبینی برای ترم دوت. خب بنابراین اونا مربوط به ترم یک هستش. اون نمره قاطی نکنید بگید خب آقا من الان مثلا فصل یک هم گفته انقدر نمره، آقا پس انقدر رو بخونم انقدر نمره ازش میاد فلان. یه بار دیگه تکرار میکنم، ببینید فصولی از شب امتحانتون که مربوط به چقدر جدی شد و اعصابم خورد شد معلوم، فصولی از شب امتحانتون که مربوط به ترم یک هست رو نمره‌هاش و بودجه بندی نمره‌ایشو واسه ترم یک که من اعلام کردم اول فصل ها شما خودتون در نظر داشته باشید که ما از اول تا آخر کلشو براتون می‌بندیم. حالا بودجه بندیش هم در واقع مشخصه دیگه که امتحان پایان ترم چه جوریه. خیلی مخلصیم، اصلا صبر و قرار ندارم، بریم شروع کنیم بتره کنیم، یه استراحت کوچولو کنیم، کاری هم نگردیم ها، ولی یه آمادگی خوب کسب کنیم بریم بیایم بتره کنیم. آقا اصلا نگران هیچی نباش، قول بهت میدم این 8 ساعت اگه فیکس بشینی کنار من راحت میری امتحان دی 20 خوشگل میگیری و میتره کنی. منتظر من باش، چند دقیقه دیگه برمیگردم. ریاضیت با من خیلی مخلصی. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کلاس شب امتحانی فولیتوی خودتون. من بهنام سرهنگی تمام قد در خدمتم که با من همراه باشی و یه 20 خیلی خوشگل من نصیبت میکنم. بهت قول میدم، اینو بهت قول میدم، فقط با دقت این در واقع محصولی رو که برات آماده کردم، محصول شب امتحان فولیتو با دقت ببین و مطمئنم که بهترینا برات رقم میخوره، اصلا شک نکن. یعنی یه نمره خیلی 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 توپ فردا یا حالا پس یا حالا هر وقت که امتحان داری در انتظارت. نحوه کار ما به این صورته که ما فصل به فصل میریم جلو، تمام سوالای مهم کتاب درسی، کار در کلاس ها، تمرین های مهم، حتی میگم مهم منظورم اینه که همه رو کاور کردیم، یعنی یه طوری چیدم که همه مباحث کاور شده همراه با درسنامه خیلی خوب خدمت ارائه میشه و دیگه چیزیش نمیمونه. فصل به فصل میریم جلو تا در واقع اون قسمتی که برای ترم یک میاد، یعنی فصل چهارم، مبحث مشتقمون تا سر در واقع مشتق چپ و راست برای امتحانهای ترم یک معمولا مطرح میشه که ما هم اینجاییم که بتره کنیم این مباحث رو براتون. اصلا نگران هیچی نباشید، ریاضیتون با من یه 20 خوشگل داره انتظارتو میکشه، با من همراه باش تا بریم سراغ استارت کار. خب بچه های عزیز من، رسیدیم به ابتدای ریاضی 3، یعنی در واقع فصل تابمون، فصل یک فصل تابه هستش که 7.5 نمره معمولا بین 7 تا 8 نمره حالا متغیره بسته به سلیقه طراح توی امتحانا ازش سوال میاد. خیلی راحته، خیلی راحته، با درسنامه خیلی راحت ترم میشه، با مثال خیلی خیلی راحت ترم میشه. وقتی سوالای متنوع حل کنید دیگه واو میتره کنیم ایشالله. با من همراه باش بریم سراغ استارت کارمون. خب آقا ما میخوایم همه چی رو از صفر یه دور با هم چیکار کنیم، مرور کنیم. بیا اینجا با من همراه باش. یک، توابع چند جمله ای. آقا توابع چند جمله ای چه توابعی بودن؟ توابع چند جمله ای بچه توابعی بودن به صورت این، یعنی چی؟ یعنی آن ایکس به توان ان، آن ام ان های یک ایکس به توان ان ام ان های یک،
آقا این یعنی چی؟ یعنی ببین یه سری جمله داره، این یه جمله، این یه جمله، این یه جمله، بعد هر کدوم از این جمله ها تشکیل شده از یه اجزایی. خب حالا الان ببین اون اجزاش چیه. آقا مثلا این جمله تشکیل شده از یه عدد در یه توانی از ایکس، ایکس به یه توانی رسیده. خب این جمله ها کنار هم قرار گرفتن، جمع یا تفریق شدن که بهشون میگیم چند جمله. آی ها از جنس اعداد حقیقی هستن، یعنی ضرائب، من گفتم اینجا عدده، ضریبایی که پشت ایکس قرار میگیره از جنس اعداد حقیقیه، و توان ها از جنس اعداد حسابی هستن، یعنی توان ها میتونن صفر باشن، یک باشن، دو باشن. بعد اینکه جمله بزرگترین جمله هم در واقع ضریبش نباید صفر باشه دیگه، چون درجه یه چند جمله‌ای با توجه به توان بزرگترین جمله‌اش مشخص میشه. دامن این توابع بچه ها آره، یعنی هر ایکسی رو میتونن به خودشون بگیرن. خب و بزرگترین توان آنها درجهشان رو مشخص میکند که عرض کردم. مثلا ایگرگ مساوی 4 یه چند جمله‌ایه که درجه صفره دیگه. چرا؟ چون هیچ ایکسی نداره، در واقع این 4 4 تا ایکس به توان صفر بوده، هرچی به توان صفر میشه بزرگترین توان صفر، این درجه صفر، کاری نداریم. حالا یا مثلا رادیکال 2 تا ایکس منهای 1 یه چند جمله درجه 3، چون که بزرگترین توان ایکس توش 3. خب این یه توضیحات اجمالی. حالا حالات خاص این توابع چند جمله تو باید بشناسی. حالات خاصش اینه، ببین این البته مثال کتاب بوده ها بچه ها، تابع ثابت زمانی که درجه تابع صفر باشه، یعنی اصلا ایکس توش نداشته باشی. خب وقتی ایکس توانش صفر باشه درجهش صفر میشه، ایکس توانش صفر باشه یعنی ایکس به توان صفر میشه یک، ایکسی تو در واقع ظاهر معادله نمیبینیم، اینا تابع ثابت هستن به فرم ایگرگ مساوی بی، یعنی ایگرگ مساوی عددی، اف ایکس مساوی عددی. مثلا نگاه کن اینجا رو، ایگرگ مساوی 2 یه تابع ثابته، این ساده ترین فرم چند جمله ایه، یه جمله هم بیشتر نداره. یکم فرم پیچیده ترش، یه پله پیچیده ترش میشه تابع خطی. تابع خطی تابع یکی درجهش یکه بچه ها، درجهش یکه. آقا ایگرگ برابر آ ایکس به علاوه بی، آ که ضریب ایکس شیب میده، شیب خط میده. خب بی که عدد ثابت، عرض از مبدا. آقا عرض از مبدا چی بود؟ عرض از مبدا محل عبور خط از محور ایگرگ ها بود، به ازای ایکس مساوی صفر به دست می اومد. خب آقا اینم یه نمونه، در واقع من چی بود گفتم من؟ اینم یه نمونه از یه خط که اینطوری اومده و الان مثلا عرض از مبدا این خط بچه منفی یک هستش. خب اینم از این. درجه 2 میشناسیمش، بهش میگیم سهمی. این یکم پیچیده تر از درجه یه که دیدی بزرگترین توانش 2ه، حالتش سهمی. و اینم از این. خب آقا بریم سراغ مثال پشمک ببینیم که چیه. این مثال گفته نمودار تابع ایگرگ مساوی ایکس را از طریق نقطه یابی رسم کنید و دامنه و برد آن را به دست بیارید. واقعا سوال ساده ایه، سوال مثال یا کار در کلاس کتاب بوده. آقا از طریق نقطه یابی واقعا اصلا خنده داره دیگه، به ایکس مقدار میدی، ایگرگ رو مقدار میگیری ازش، درسته؟ این ایگرگ دیگه، اف ایکس یعنی ایگرگ. آخه به ایکس بده صفر، ایگرگ میشه صفر. به ایکس بده یک، ایگرگ میشه یک. به ایکس بده منفی یک، ایگرگ میشه منفی یک. خب یعنی یه فرم، بچه ها میشناسیم نمودار ایگرگ مساوی ایکس و دیگه، حالت لور بهش میگن، لور. خب این شکلیه، این نمودار ایگرگ برابر ایکس. نگاه کن تو یک شد یک، تو منفی یک شد منفی یک، تو دو میشه هشت ایگرگش، تو منفی دو میشه منفی هشت. یه حالت لور مانندی داره. دامن بردشو گفته مشخص کنیم، دامنه میشه حدود ایکس، برد میشه حدود ایگرگ. الان نگاه کن تو این فرم دامنه آره، دامنه این تابع ایگرگ آره. آقا چرا آره؟ نگاه کن بچه این تابع همینطوری دهانهاش باز میشه، باز میشه، باز میشه که کل محوره در واقع ایکس ها رو در می نورده، بنابراین دامنش آر، برد این تابه هم، برد ایگرگ هم آر می باشد. خب خیلی هم عالی و روون. بریم سراغ بعدی. گفته که نمودار تابه اینو به کمک انتقال رسم کنید. خب آقا من الان ایکس ها رو بلدم، درسته؟ خب بچه بیاید یه دور با هم انتقال رو مرور کنیم دیگه، بازم ازش مثال می زنیم ها، یه دور مرورش کنیم انتقال. خب آقا وقتی یه عددی، فعلا ببین کاری به این منفی دو نشته باشه، وقتی یه عددی میاد کنار ایکس داخل پرانتز، تأثیرش اینه که ما باید نمودار رو خب
به اندازه خلاف جهت علامت اون عدده رو محور x حرکت بدیم. نگاه کن، مثلا ذات و شاکله نمودار x است دیگه، چون توانسته میگی آقا اول من x رو رسم میکنم، اینا y مساوی x، بعد یه واحد میبرم این سمت راست، سمت x های مثبت. آقا چرا؟ چون x رفتارش برعکس این منفیه که x میره سمت مثبت. باشه آقا یه واحد میبرمش مثبت، این هم یه واحد بردمش مثبت، اینجا قرار میگیره. الان دیگه این تابع y برابر x منهای 1 به توان 3 و من دارم میبینم اینجا y برابر x 3 بود. خب حالا چیزی که هست اینه که یه دونه منفی 2 پشتش هست. اول ببینیم 2 چه بلایی میاره سرش. 2 خب 2 باعث میشه که عرض نمودار بیشتر بشه. ببین وقتی عرضش ضرب در 2 میشه یعنی تمام نقاط رو باید عرضش رو دو برابر کنیم. یعنی مثلا تو عرضت اینجاست میای بالاتر، تو عرضت اینجات میای بالاتر، تو اینجا میای، یعنی نمودار بسته تر میشه یه جورایی. دیدی؟ آه. دیگه از منفی 2 میگذره. این چی شد؟ این مشکیه شد ایگرگ برابر 2 تا ایکس منهای 1 به توان 3. حالا تأثیر منفیش اینه که نسبت به محور ایکس ها قرینه میشه، یعنی ارزایی که مثبتن منفی، ارزایی که منفی هن مثبت. آقا همین کار رو انجام بده. آه. این الان اینطوریه، لوره برعکس میشه. آه. این الان میشه چی؟ شد منفی 2 تا x منهای 1 به توان 3. حالا در مرحله بعدی ما باید اینو بگیریم یه واحد بکشیمش بالا. اینا اون تأثیر مثبته که تهش، یعنی نمودار رو کلا وقتی یه عددی به یه ضابط اضافه میشه به اندازه همون عدد نمودار رو رو محور در واقع y ها در جهت علامتش حرکت میدیم. خب این کارو میکنیم، اینو حرکت میدیم. چجوری حرکتش میدم؟ سرنگی یه واحد باید بگیری بکشش بالا اینو، یعنی از اینجا دیگه رد میشه، اینجاش میشه 1. خب بعد تو الان مثلا عرض از مبدا اینو بخوای به دست بیاری که نمودار دقیق تر بشه بفهمی از کجای محور ایگرگ رد شده، کافی x رو بدی صفر، میشه منفی 2 که میشه 2 2 1 3 اینا. 3 منفی 2 در منفی 1 میشه 2 در x 0 به علاوه 1 میشه 3. این هست. بریم سراغ قسمت بعدی. خب رسیدیم به اسلاید بعدی، توابع سودی و توابع نزولی. آقا کلا به لحاظ وضعیت یک نوایی یه توابع میتونه سودی باشه، نزولی باشه، سودی اکید باشه، نزولی اکید باشه، ثابت باشه، یا اصلا هیچ کدوم از اینا نباشه، غیر یه نوا باشه. هر کدوم از حالتاشو ما اینجا توضیح دادیم. یک، آقا حالتی که تابع اکیدن سعودی باشه چه حالتیه؟ حالتیه که با افزایش x مقدار y هم افزایش میابد، یعنی وقتی از سمت منفی به سمت مثبت محور x ها حرکت میکنی، xت که زیاد میشه y چی میشه؟ زیاد میشه، y زیاد میشه با افزایش x. ناکن نمودارشو x ببینید، جهت نگاه شما باید از x های منفی به x های مثبت باشه. خب میبینی که وقتی x زیاد میشه y داره چی میشه؟ زیاد میشه، و این میگی که آقا تابع سودی اکید هستش، هیچ جا ثابت هم نمیشه. اگه هیچ جا ثابت چه دیگه سودی میشه. ببین اینجا تعریف ریاضیش میگه اگه x2 بزرگتر از x1 باشه، fx2 یعنی y که مربوط به x2 است هم بزرگتر از y است که مربوط به x1 است. خب نزولی اکید یا اکیدن نزولی با افزایش x مقدارش y کاهش پیدا میکنه، فقط کاهش پیدا میکنه، چه ثابت هم نمیشه، یه بار رکب نخوری. آقا تو الان نگاه کن، آقا با افزایش گفتم جهت نگاه شما از x های منفی به x های مثبت همیشه، تو باید ببینی وقتی x زیاد میشود y زیاد میشه یا کم. الان y یه تک داره کم میشه، پس نزولی اکیده. خب یعنی وقتی x2 بزرگتر از x1 باشه، x ها رشد کنه، ایگرگات کم میشن، ایگرگی که مربوط به x1 بزرگتر از ایگرگی که مربوط به x2 هستش. خب حالا تابعی که سعودیه چه وضعیتی داره؟ سعودی با افزایش مقدار x مقدار y زیاد میشه یا ثابت میمونه، یا زیاد میشه یا ثابت میمونه. الان آقا میگیم آقا وقتی x2 بزرگتر از x1، یعنی مثلا یه x2 که بزرگتر از x1، عرضش f
بزرگتر یا مساوی ارز ایکس یکه، یعنی هم میتونه بزرگتر باشه ارزش هم مساوی باشه. ناکن مثلا دو تا نقطه اینجا در نظر بگیرون نمودار ایکس دوه، ناکن وقتی حرکت کنی از ایکس های منفی به ایکس های مثبت، ایکس دوه از ایکس یکه بیشتره، ایگرگ دوه هم از ایگرگ یکه بیشتره. ولی یه قسمت هایی هم داره همین نمودار، یه قسمت صاف داره، مثلا دوتا نقطه شو در نظر بگیر، ایکس دو الان از ایکس یک بزرگتره ولی ایگرگشون مساویه، پس تابع سعودی تابعی میشه که نمودارش از قسمت های اکیدن سعودی و ثابت تشکیل شده که بهش میگن سعودی، یعنی یا زیاد میشه یا ثابت میمونه. همین قضیه برعکسش واسه نزولی میشه، یعنی با افزایش x مقدار y من کم میشود یا ثابت میماند، که اونجا گفتیم x2 اگه بزرگتر از x یکه این برعکس میشه جهتش، fx2 کوچکتر مساوی fx1 با حرکت از x های منفی به x های مثبت جهت نگاهت اینوری باید باشه، میبینی که ایگرگش یا کم میشه یا ثابت میمونه. اگه فقط کم میشد بهش میگفتیم نزولی اکید، ولی الان نمودارش از یه جزء ثابت هم تشکیل شده، پس دیگه اون واژه اکید رو باید ازش بگیریم، بگیم تو نزولی اکیدن نزولی نیستی. خب ثابت هم عرضم به حضورتون که بچه هم سعودی هم نزولی. آقا یعنی چه هم سعودی هم نزولی؟ الان بهت میگم. نگاه کن، همواره مقدار ایگرک ثابت میماند تو تابع ثابت. خب میگه به ازای هر ایکس یک و ایکس دوی عضو دامنه داریم، عرضا همیشه با هم برابر. میگه هر دوتا نقطه ای که بیاریشون جلو چشه طولاشون اگه با هم فرقم کنن ولی عرضاشون یکیه، تابع ثابته. خب آقا چرا هم سعودی هم نزولی؟ ببین بچه دقت کنید، ریاضی یه علمیه که از منطق در واقع جون میگیره. این بخش سعودی هم توی تعریف توابع نزولی بود هم توی تعریف توابع سعودی بود، برای همینه که میگیم توابع ثابت هم سعودیست هم نزولی. خیلی مهم بودیم. خب آقا به هر حال بریم سراغ ترکیب دوتا توابع. آقا ترکیب دوتا توابع رو خیلی سریع بگیم، چیه قضیهش اصلا؟ F O G G O F G O F X میشه G پرانتز F X، انگار به جای این O من یه دونه پرانتز گذاشتم. خب همیشه هم برای محاسبهش رو از داخل شروع میکنی، حالا اینا رو میگم جلوتر. یا F O G X میشه F پرانتز G X. گفته نکته حواست باشه تو محاسبات بعد به جای O پرانتز بذاری، مثلا F O G O H S چیه؟ آقا F O G O H S یعنی F پرانتز G پرانتز اچ 3. خب که اینجا هم گفتیم اف پرانتز چه، اول از داخل همیشه شروع میکنی، اچ 3 رو حساب میکنی. خب الان محاسبات رو همیشه از داخل شروع کن، تو این مثال اول اچ 3 رو حساب کن، نه اچ 3 رو حساب میکنی، میشه یه عددی، میشه مثلا کا. خب بعد میای جی اون کا رو به دست میاری و در آخر اف اون محتویاتی که داخل به دست اومده حساب میکنی. خب حالا اینو مثال براش داریم و بشم میرسیم و میدونم که مشکل خاصی با این قسمت نداری. معمولا یه خورده بچه ها توی دامنه توابع مرکب میلنگن که اصلا مشکل نداره، من توضیح میدم مدل های مختلفش رو حل میکنیم و مشکلتون رفع میشه. خب اگر مشکلی وجود داره رفع میشه. اینجا رو با من همراه باشید. آقا دامنه تابع اف و جی و من در دو تا تعریف مختلف گفتم، هیچ فرقی هم با هم نمی کنن. چیه؟ کتاب تو اینجوری گفته، گفته x عضو دامنه g باشه. ببین اول من بذار اینو بنویسم، f پرانتز g پرانتز x. خب دقت کن ببین این تابع برای اینکه تعریف بشه توی x اصلا دامنه، یعنی اینکه مجموع مقادیری از x میتوانند در ضابطه قرار بگیرند. خب مثلا تابع یک ایکسوم چرا صفر عضو دامنش نیست؟ چون مخرجش رو صفر میکنه و کس تعریف نشده میشه. تابع مرکب هم یه تابعه، خب اونم دامنه داره، بدبخت دامنه میشه مقادیر ورودیش. حالا دقت کن ببینیم به ازای چه ورودی هایی تعریف میشه. اون ورودی اینو میتونه به یه خروجی درست درمون برسونه که این ایکسه عضو دامنه جی باشه. آقا یعنی چی عضو دامنه جی باشه؟ یعنی آقا جان یه خروجی جی واسهش داشته باشه، مثلا جی یک خب بشه پنج بشه چار، یه عددی بشه جیه مثلا یک جیه ایکس جیه فلان که بتونه تعریف بشه بره جلو. اگه مثلا جیه یک رو نداشته باشیم، آقا مثلا اینجا نها کن این یه تابع اف ایکس،
اف 0 رو نداریم. خب همونجا متوقف میشه محاسبات. برای اینکه ادامه پیدا کنه تو تبره لازمه که ایکس عضو دامنه جی بشه که این داخلش یه عددی بشه، تعریف بشه. خب آقا ایکس عضو دامنه جی به طوری که، به طوری که چی؟ آها، بعد باز برای اینکه تعریف بشه لازمه که جی اون ایکس هم عضو دامنه اف باشه که باز متوقف نشه. گرفتی چی شد؟ خب اینم از این. پس x عضو دامنه g، gx عضو دامنه f باید باشه. مثلا این f نگاه کن، f مثلا داده 1 و 2 3 و 4. خب اگه مثلا gx هم توی نقطه بشه 7 7، f 7 رو داریم اینجا؟ نه، محاسبات متوقف بشه. پس اون x اولی که وارد شده به هیچ خروجی نرسیده، اون x اولیه که وارد شده عضو دامنه نیست. ولی اگه اون x اولیه‌ای که وارد میکنی تهش خروجی بشه عضو دامنه است. حالا کی تهش خروجی میده؟ زمانی که x عضو دامنه g باشه و کل gx عضو دامنه f باشه. حالا یه تعریف دیگه هم داریم، اینم هم همونه، میگه x هایی که x هم عضو دامنه g باشه و gx هم عضو دامنه f باشه. این و تو هر دو تا تعریف که هیچ فرقی هم با هم ندارن، و یعنی اشتراک، یکو به دست میاری دو به دست میاری اشتراک میگیری. مشکلی نداریم؟ نه. سعی هم کنیم ایکسی بنویسیم اینا رو. مثلا ایکس عضو دامنه جی، مثلا فرض کن دامنه جی شده آر منهای 1 به عنوان مثال، اینو ایکسی بنویسیم، بنویسیم ایکس های مخالف 1، یا مثلا دامنش بازه 2 به بعد شده، 2 باز تا مثبت مینه، اینو بنویسیم ایکس های بزرگتر از 2، ایکسی بنویسیم. چرا آقا؟ میگم چرا. حالا اینو فعلا داشته باش، یا حالا من تکرار میکنم اینو. خب بریم جلوتر، گفتم که فقط ذهنت یه بار شنیده باشه. بریم جلو. نکته، دامنه تابه رو همیشه از راه تعریف، دامنه تابه مرکب منظورمه، همیشه از راه تعریف، یعنی این چیزی که اینجا گفتم، همیشه از این راه به دست میاریم، نه اینکه ضابطه رو بسازی بری، در واقع ضابطه اف و جی رو بسازی بگی خب من زرنگی میکنم میرم دامنه اف و جی رو میسازم از اونجا به دستش میارم. نه، تو ساخت ضابطه اف و جی ممکنه مثلا مخرجی با هم بزنی، یه چیزی رو رعایت نکنی، یه چیزی میس بشه اون وسط. بنابراین هیچ وقت توصیه نمیکنیم که دامنه تابع مرکب رو از راه ساختنش به دست بیاری، باید از راه همون تعریفه به دست بیاری. خب مثال داریم که مثال و کار در کلاس کتاب بود، گفته در هر قسمت موارد خواسته شده رو به دست بیارید. الف اف ایکس شده رادیکال ایکس منهای 1، جی ایکس شده 2x منهای 1، دامنه و ضابطه اف او جی رو از ما میخواد. دامنه و ضابطه اف او جی. آقا اولا که ضابطش خیلی ساده است، درسته؟ ببین اول اصلا بذار اول از دامنه شروع کنیم، بذار اول از دامنه شروع کنیم. ببین همیشه در استارت تو باید چیکار کنی؟ باید بیای دامنه اف و دامنه جی رو به دست بیاری. آقا همیشه، آره همیشه دامنه این دوتا تاب پایه‌ای رو می‌خوایم، یه جا به کار اون میاد. خب آقا دامنه اف رو به دست بیار، دامنه جی هم به دست بیار. دامنه اف که میشه زیر رادیکال، یعنی ایکس منهای 1 باید بزرگتر مساوی 0 باشه، زیر رادیکال فرج زوج بزرگتر مساوی 0، ایکس بزرگتر مساوی 1 میشه دامنه اف. حالا دامنه جی، دامنه جی میشه چی؟ میشه آر. چرا؟ یه چند جمله همین الان گفتم، اول فصل گفتیم. خب حالا بریم سراغ دامنه اف و جی. آقا دامنه اف، اف پرانتز جی ایکس یا اف او جی ایکس، گفتیم از داخل شروع میکنیم، اول ایکس عضو دامنه جی باید باشه به طوری که کل محتویات داخل عضو دامنه اف باشه، یعنی جی ایکس عضو دامنه اف باشد. خب این هست. حالا این دوتا جز رو ما باید محاسبه کنیم، ایکسی بنویسیم، ما هم اشتراک بگیم. آقا دامنه جی، دامنه جی بچه آره، وقتی آر پاش میاد وسط چون میخوایم اشتراک بگیریم هیچ محدودیتی آر ایجاد نمی کنه، اشتراک هر چیزی با آر میشه خود اون چیز. خب این است. جی ایکس عضو دامنه اف، آقا جی ایکس عضو دامنه اف یعنی چی؟ ببین تو اول تو اینجور حالت ها اینجای خود بچه ها میلنگن، گفتم ایکسی بنویس برای اینه، الان میگم چیه داستان. نگاه کن آقا، یه چیزی عضو دامنه اف، دامنه اف تو اول باید بنویسی یا نه؟ آره دیگه، پای دامنه اف در میونه دیگه، دامنه اف میشه ایکسای بزرگتر مساوی. میگی آقا دامنه اف میشه ایکسای بزرگتر مساوی 1. حالا میگه داداش ایکسای عضو دامنه اف رو نمیخوام، میخوام ببینم اون کدوم ایکساست که جی ایکس عضو دامنه اف میکنه. آها پس بعد اینجا
ببین دیگه گفته جی ایکس عضو دامن اف، نه ایکس عضو دامن اف. پس ببین ایکس رو ور میداری جاش جی ایکس میذاری، ایکس رو ور میداری جاش جی ایکس میذاری. یه بار دیگه، دامنه اف یا دامنه هر کوفتی که اینجا بود و به صورت ایکسی مینویسی. بعد گفته بود زهرمار عضو دامنه کوفت، میای مینویسی ایکس بزرگتر مساوی فلان یا چیزا، دامنه این کوفته رو مینویسی، زهرمار رو میذاری جای ایکساش، این اولیه رو میذاری جای ایکساش. آقا یعنی الان باید بنویسیم جی ایکس بزرگتر مساوی یک؟ آره باریکلا. حالا جی ایکس چی آقا؟ دو ایکس دو منهای یک، دو ایکس دو منهای یک بزرگتر مساوی یک، دو ایکس دو بزرگتر مساوی دو، ایکس دو بزرگتر مساوی یک. ایکس دو که بزرگتر مساوی یک داریم، ایکس بزرگتر مساوی جذر یک که میشه یک، یا ایکس کوچکتر مساوی منفی یک. این میشه چی؟ بچه این نامساوی باید بلد باشید. x دو بزرگتر مساوی a دو باشه، x بزرگتر مساوی a، یا x کوچکتر مساوی منفی a، x دو کوچکتر مساوی a دو باشه میشه x بین a و منفی a. این دوتا نامساوی باید بلد باشید. آقا کاری نداریم، این r شد، این هم که شد این، پس دامنه شد این، چون این اشتراکش با این خود اینه. آقا این شد چی؟ شد دامنه f او g، تموم شد و رفت. حالا چیو میخواد؟ ضابطه f او g رو هم میخواد. آقا ضابطه f او g یعنی f پرانتز g x، تو باید جایگذاری کنی به جای x های، ببین وقتی میگه f سگ، وقتی میگه f سگ یعنی به جای x های f باید بذاری سگ. f سگ میشه رادیکال صد منهای یک. حالا وقتی میگه f g x یعنی رادیکال g x منهای یک. تموم شد آقا، رادیکال g x منهای یک. g x که میشه اون دو x دو منهای یک که یه منهای یک هم میخوره بهش، میشه رادیکال دو ایکس دو منهای دو. تموم شد و رفت. بیا بعدی، این گفته دامنه و ضابطه اف او اف، اف او اف. خب خیلی هم عالی، هیچ مشکلی هم نداره. طبق چیزی که گفتم اول بسم الله باید دامنه این توابع بیس تو به دست بیاری. الان دامنه میشه آر منهای ریشه های مخرج. گفتم ایکسی بنویس، حالا نگاه کن اینجا را، آر منهای ریشه های مخرج. آقا ریشه مخرج مگه یک نیست؟ یک مخرج رو صفر میکن، تاو کسری دامنش رو اینطوری به دست میاد. حالا اینو گفتم ایکسی بنویس، چرا؟ چون دیدی تو مثال قبلیه یه جایگذاری اینجا قرار دادیم، گفتیم به جای ایکس ها رو وردار جی ایکس بذار. خب چون ایکسی نوشتمش میبینم ایکس ها کجاست. اگه بازه مینوشتمش، مثلا مینوشتمش بزرگتر مساوی یک، اینطوری می نوشتمش، یه خورده اینجا چالشی می شد واسم. ایکسی بنویسش آقا میشه ایکس های مخالف یک. خب بعد بیا چیکار کن؟ بنویس اف پرانتز اف ایکس دامنش چی میشه؟ چه جوری میشه؟ چطور میشه؟ متور میشه؟ خب بیا اینجا داریم کیف کنیم، خدای شب امتحان هم میخندیم هم ریاضی حل میکنیم، چی میخوای دیگه؟ الهی شکر. آقا از داخل شروع میکنی، x عضو دامنه f، f x عضو دامنه f، نه x عضو دامنه f به طوری که f x عضو دامنه f. خیلی هم عالی، x عضو دامنه f به طوری که f x محتویات داخل عضو دامنه این بیرونی باشه. خب آقا بسم الله اینا رو بنویس. x عضو دامنه f رو داداش بلدی دیگه، اینا نوشتی اینجا x های مخالفه یک، این دورش خط میکشی، این رابطه یکت. حالا بیا اینجا، بیا اینجا داداش، حالا بریم سراغ رابطه دو. خب خیلی هم عالی، آقا گفته اف ایکس عضو دامنه اف، دامنه اف لامصب رو مینویسی یک بار، دامنه اف رو به صورت ایکسی مینویسی، ایکس های مخالف یک. بعد میای ایکس رو ور میداری جاش میذاری، بگو آها اف ایکس باریکلا، چون گفته اف ایکس عضو دامنه اف، برای این بود گفتم ایکسی بنویس. یا علی چه حالی میده، اف ایکس مخالف یک. آقا اف ایکس چیه؟ دو به روی ایکس منهای یک مخالف یک. بچه مخالفه این مساوی است، مخالفه این مساوی است، اگه مساوی بود چیکار میکردی؟ طرف این وسط ها. این هم این کارو کن باریکالله. خب آقا طرف این وسط دو مساوی ایکس منهای یک، ایکس میشه سه مخالفه، ببخشید ایکس مخالف سه. آقا اینم شد جواب در واقع دو. حالا دو و یک با هم اشتراکشون، این دیگه آر نیست که اشتراک مثلا تحصیل نداشته باشه، اینا اشتراکشون میشه چی؟ میشه آر
منهای یک و سه، یعنی نه یک نه سه، بقیهش همه چی اوکیه. حالا این شد دامنت. حالا بریم سراغ ضابطه اف او اف. اف او اف، اف پرانتز اف ایکس. چرا صدام اینطوری شد؟ یعنی اینکه آقا به جای ایکس در ضابطه اف قرار بده اف ایکس. چشم چشم، ای خدای من شکرت، این بچه ها اومدن امروز سر کلاس ما یه جوابی بگیرن. ما میترکونیم به قرآن ریاضی تا سه شک نگون. دوست دارم حال کنی شب امتحان اینا، ریاضی رو با آرامش بخونی. آقا جای گذاری کردیم، به جای ایکسش گذاشتیم اف ایکس. حالا میای دو بروی آقا اف ایکس، یعنی دو بروی ایکس منهای یک، منهای یک. آقا تا همینجا بس؟ آره بس، ساده سازی نیازی نی. بریم بعدی. مثال توابع اف و جی خبرشون مفروضن. خب چیکار کنم اونو مفروض باشم؟ من چه؟ ادامه میگه تابع جی و اف را به دست بیارید. چشم چسب، الان به دست میارم. توابع اف و جی مفروضن، تابع جی و اف را به دست بیارید. خب آقا اینجور موقع چیکار میکنیم؟ جی پرانتز اف ایکس دیگه، درسته؟ اینو میخواد، جی پرانتز اف ایکس. مگه از داخل شروع نمی کنی؟ آره. آقا الان ایکس ها تو دل کی هن؟ ایکس ها تو دل کی هن؟ تو دل اف هن. آها، پس از خود اف شروع کن. اینجا بنویس، بنویس آقا خب اولین ایکسی که وارد میشم ایکس یک، وارد این کارخونه میشه، درسته؟ وارد این کارخونه میشه، گفتم چون تو دل اف از ایکس های اف باید شروع کنی. حالا اف یک میشه چی؟ اف یک بگو میشه دو. حالا جی اف یک رو میخوام، خروجیمه. جی اف یک خروجی منه، ورودیم شد یک، خروجیم شد جی اف یک. آقا اف یک که شد دو، جی دو، جی دو میشه سه. آقا اولیش به دست اومد، یعنی این تابع جی و اف هم قراره یه تابع زوج مرتبی باشه، یعنی اینطوری با زوج مرتب نشون داده بشه. یه ورودی یک، یه خروجی سه، یه دشتم. بریم سراغ دشت بعدی. ورودی بعدی که میتوانم به اف بدهم سه است. اف به جز یک وسه نمیشناسه دیگه، ورودی رو نمیشناسه، قبول نمیکنه. خب ایکس سه رو میدی به اف. حالا میفهمی که اف سه چند میشه؟ بگو چهار. حالا جی اف سه، حالا جی اف سه، آقا اف سه شو چی؟ چهار. ماشاءالله جی چهار میشه چی؟ جی چهار داری؟ نه، جی چهار نداری. پس این به خروجی نرسید. پس ایکس مساوی سه دامنه جی او اف نیست، چون به خروجی منتهی نشد. ولی ایکس مساوی یک دامنه جی او اف هست و تابع جی او اف من یه تابع تک زوج مرتب است، با ورودی یک و خروجی سه. ورودی اسمش با خودشه، چیزی که اول وارد شده. خروجی اسمش با خودشه، چیزی که آخر خارج شده. به 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 به، چه کیفی داد. بریم بعدی. بیا اینجا تبدیل نمودار تابع. اول جلسه مثالی زدیم، حالا اینجا میخوام یه خورده به قول معروف گفتنی قشنگتر خوشگلتر حلش کنیم. بیا اینجا یه لحظه شمالی شد، قشنگتر خوشگلتر حلش کنیم داداش. بیا اینجا رو داشته باش. رسم نمودار y برابر k f x داداش. خب k f x شمالی ها خیلی عشقن، خدا وکیل انقدر رفیق دارم تو شما. خب خودمونم لوری. به 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 به، کاف ایکس. آقا دو حالت داره. اگر اندازه کا بین 0 و 1 باشه، اون عددی که ضرب در اف شده پشت اف اومده، اگه بین 0 و 1 باشه اندازش، کاری به مثبت منفیش ندارم، اما اندازش، نمودار اف ایکس با ضریب کا به طور عمودی منقبض میشه، جمع میشه. آقا اگه عدد مثلا 1/2 بیاد پشت اف ضرب شه، عرضا 1/2 میشن. ببین کلا ایگرک بنده خدا همون چیزی که میبینی رو سرش میاد، مثلا ایکس دیس برعکس باشه کلا کارو بارش. ایکس گوشتش تلخه دیگه، چیکارش کنم؟ خدا ازش نگذره، خدا بکشش. خب این هم از این. ولی اگر اندازه این کای عدده که ضرب میشه در اف ایکس بزرگتر از یک باشه، نمودار به صورت عمودی منبسط میشه. میگه این عدده اندازش
که پشت ایکس اف ایکس ضرب میشه، اندازش اگه کوچیک‌تر از یک باشه نمودار در راستای محور قائم جمع میشه. جمع چی بود؟ اگر بزرگتر از یک باشه نمودار چی میشه؟ آها، کش میاد. باریکلا این تیکه های باحالی که میام تو کلیپ ها رو قشنگ فیلم بگیرید بفرستید توی پیجمون و بتونیم بذاریم، به اشتراک بذاریم و عرضم به حضورتون که حالشو ببریم. دامنه دو تابع اف ایکس ایگر برابر اف ایکس و ایگر برابر آ اف ایکس به علاوه بی یکی است. تو راست میگه دیگه آقا، چیزی که تاثیر میذاره رو دامنه داخل پرانتزه، این عدد بیرون پرانتز رو برد تاثیر میذاره. دامنه این دو تا یکی هم حدود برد آنها صرفا یکی نیست. نیم نگاهی به دو نمودار مقابل بیاندازید. ببین الان این نمودار مشکی اف ایکس اومده یه کای توش ضرب شده، اینا این کا است که کای حتما چی بوده؟ اینا کای بزرگتر از یک بوده، نوشتیم مثلا اینجا بزرگتر از یک بوده، باعث شده نمودار کش پیدا کنه، ماکسیمومش کش پیدا میکنه، مینیمومش کش پیدا میکنه، رو پایین طوری کش میاد، سقف و کفش کش پیدا میکنه یا بسته تر میشه نمودار. مثلا اون گیرک مساوی ایکس منهای یک به توان 3 بود، مثال زدم الان براتون، گفتم آقا وقتی دو میاد پشتش ایکس منهای یک به توان 3 چی میشه؟ بسته تر میشه، چون ایگرگاش بیشتر میشه توی نقطه. کاری نداریم، یا بسته تر میشه یا اینکه اگه سقف و کف داشته باشه کش میاد. خب اگه کابین صفر و یک باشه منقبض میشه. خب بعدی نکته، حواست باشه اگه کا منفی بود چی؟ اگه کا منفی بود اول بدون توجه به علامت منفی انقباض یا انبساط عمودی رو انجام بده، بعد نسبت به محور ایکس ها قرینه گو. یا اگه کا منفی بود هیچ ایرادی نداره منفی باشه، به من چه که منفیه؟ نه مرب داره آقا، اگه منفی بود کاری به منفیش اولش نداشته باش. چیکار کنیم پس؟ اول بدون توجه به علامت منفیش انقباض انبساط رو در راستای محور ایگریک ها انجام بده، بعد حالا بیا به منفیش بکن. بگو خب حالا منفیشو چیکار کنم؟ منفی یعنی اینکه ایگرگات ارزات قرینه شده، منفی شده. ببین وقتی ایگرگ برابر مثلا ایکس 2 بعد تو میای یه منفی پشتش ضرب میکنی میشه منفی ایکس 2، یعنی ارزات قرینه شده، یعنی ارزایی که بالا میان پایین، پایینا میرن بالا، همین بالا میاد پایین، پایین میره بالا، یعنی نسبت به کدوم محور داره قرینه میشه. انقدر اینو تکون میدم که بگی آها، نسبت محور ایکس ها، باریکلا، بالا میاد پایین، پایین میره بالا، نسبت محور ایکس ها داره قرینه میشه. پس علامت منفیش اینطوری شد. علامت منفی بعد از انقباض انبساط تاثیر میدیم. سوال در شکل زیر نمودار اف ایکس، سوال مثال کتاب قشنگ هست. نمودار اف ایکس داده شده به کمک آن نمودار منهای دوم اف ایکس بله یک رو رسم کنید. چشم رسم کاری نداره آقا. بله این منهای دوم اف ایکس، اول یه دومش رو گفتی کاری به منفیش اول نداشته باش. آره آفرین. ببین یه دوم ایکس یعنی سقف و کفت نصف میشه، الان 4 میاد کجا؟ میاد 2، نصف میشه دیگه. الان منهایی که میاد کجا؟ میاد منهای دوم، تو نقطه 2 میشه منهای دوم. حالا این رو به هم وصل میکنیم. این شد چی؟ این شد یه دوم اف ایکس. حالا یه اتفاق، منفی، منفی یعنی ارزای مثبت منفی میشن، ارزای منفی مثبت میشن نسبت به محور بگو ایکس ها. ببین اینطوری میشه یه قرینه، حتی یه خود میاد پایین تر. این که بالاست میاد پایین، این که پایینه میره بالا. بذار این برم قرمز کنم که قاطی نشن اینا با این قرمزه که اولیه بود، این هی آبی، اونم چیز میشه، داستان میشه. زیاد نکنید، حالا کاری نداریم آقا. خب کاری نداریم، این قرمزه قرینه شده، این بنفشه که چی الان؟ این بنفشه این بالاش رو یه دوم افتاده ها، حواست باشه اینجا یه دومه، چون این پایین منفی دوم بود، این پایینه پایینش رو منفی دو افتاده ها، چون این بالا رو دو بود. خب الان این شد چی؟ این شد منهای دوم اف ایکس. حالا وقتی میگه یه واحد ببرش بالا، یعنی این که یه واحد ببرش بالا رو وقتی یه عدد بهش اضافه میشه رو محور ایگرگا همون چیزی که میبینی و انجام میدی. خب چیکار کنم الان؟ الان این اینو میگیریم یه واحد میبریم بالا، منفی دو میاد رو منفی یک، میاد رو منفی یک، بعد اینجا میاد رو یک، اینجا میاد روی یک. خب بعد چرا اینطوری میشه؟ بعد عرضم به حضورت که
اون شاید تنظیماتی چیزیش به هم ریخت، میاد روی یک. بعد منفی دو یه واحد میاد بالا میشه رو منفی یک. دیگه جونم برات بگه که اینجا که منهای اینجا که یه دوم بود یه واحد بره بالا میشه سه دوم یک و نیم. اینجا مثلا میشه یک و نیم. یعنی اینجا، یعنی اینجور نموداری به خودش میگیره. اینجا هم دوه، این ورش هم که منفی یک بود و اینجور نموداری به خودش میگیره، میشه منفی یه دوم اف ایکسی که یه واحد رفته بالا. بعدی رسم نمودار اف کای ایکس. آقا گفتیم رفتار ایکس برعکسه، اگر این کای که داره ضرب میشه داخل، در واقع داخل پرانتز داره ضرب میشه، اگر این کای بین صفر و یک باشه نمودار باز میشه. یعنی مثلا یه دوم ضرب شد داخل پرانتز نمودار باز میشه. اون ایگرگه دیدی یه دوم که ضرب میشد واسش تو مثال قبلی بسته میشد، بدبخ همون چیزی که میدیدی انجام میشد، ولی ایکس اینی که داخل پرانتز ضرب میشه برعکسه، اون چیزی که میبینی برعکسش انجام میشه. مثلا ضرب در دو شد داخل پرانتز نمودار تقسیم بر دو میشه، دامنش منقبض میشه. خب اگر اندازه کابین صفر و یک باشه نمودار افکس با ضریب یک کام، دیدی برعکس میشه، با ضریب یک کام به طور به طور ببخشید افقی منبسط میشود. اگر اندازه کا بزرگتر از یک باشه نمودار افکس با ضریب یک کام به طور افقی منقبض میشه. میگه اگه کاش بزرگتر از یک باشه تهش منقبض میشه چون ضریب برعکس میشه. بعد اینجا هم توضیح دادیم که برد دو تا تابع ایگرگ برابر اف مثلث و ایگرگ برابر اف مربع یکیست، دامنشون صرفا یکی نیست. میگه داخل پرانتزی که فرم کنه تأثیر رو دامنه میذاره، رو برد نمیذاره. اوکی، این نگاهی هم به این نمودارا داشته باشیم. این مشکی نموداره ایگرگ برابر اف ایکس که شبیه سینوس، اگه دقت کنی، یعنی مثلا این یه تیکه تا اینجا، مثلا این یه دوره تناوبش میشه حالا به اصطلاح. حالا وقتی اف کا ایکس اومده توش ضرب شده، یه کا بزرگتر از یک تو پرانتزش ضرب شده، نمودار جمع میشه. دیدی دیگه به جای اینکه مثلا از 0 تا 2 پی یه دور بزنه، از 0 تا پی یه دور میزنه. میبینی جمع شده، انگار اینطوری گرفتی جمعش کردی، منقبضش کردی. حالا اینجا تو این حالت کا بین 0 و 1 که نمودار چی میشه؟ باز میشه. دیدی باز شد. خب بعدی اگر کا منفی باشد، اول بدون توجه به علامتش انقباض یا انبساط افقی رو بزن، مثل همون قبلی، اول کاری نداشته باش به علامت منفی، انقباض انبساط رو انجام بده، بعد منفی رو بیا تأثیر بده. چجوری؟ بعد نمودار رو نسبت به نفر ایگرک ها قرینه کن. آقا خودت سوال کن، بگو نگاه کن اف ایکس مثلا اگه تو منفی ضرب شه داخل پرانتزش یعنی چی؟ یعنی دامنه هات انگار قرینه شدن. گرفتی؟ دامنش قرینه شده، ایکسش قرینه شده. ایکس های مثبت میان منفی، ایکس های منفی میرن مثبت، یعنی قرینه نسبت به محور ایگرک ها داره انجام میگیره. خب اینم هست. یه سوال داریم، گفته چی؟ گفته که نمودار تابع جی داده شده است، به کمک آن نمودار دو تا جی منهای ایکس دوم را رسم کنید. خب آقا اول جی ایکس دوم را رسم کنیم بچه ها. جی ایکس دوم، جی ایکس دوم، جی ایکس دوم یعنی این که این نمودار باید ضرب در دو بشه. یعنی ببین، چون این عددی که توش ضرب شده یه دوم شده، نمودار دو برابر کش پیدا میکنه، رفتارش برعکس، دو برابر کش پیدا میکنه. یعنی چی آقا دو برابر کش پیدا میکنه؟ یعنی این که مثلا این دو میاد رو چهار، بذار اصلا یه دور دیگه رسمش کنم، بهتر نیست یه دور دیگه رسمش کنم؟ خب خیلی عالی، اینو یه دور دیگه سری رسمش کنیم. کش که میاد یعنی چجوری میشه؟ یعنی اینجوری میشه، یعنی به جایی که مثلا از صفر تا دو بره، از صفر تا چهار میره. مثلا اینجا اگه یه دوم بود، اینجا یکه، مثلا میگم سقفش همون یک باقی میمونه. مثلا اینجا اگه منفی یک باشه، منفی دوم باشه، مثلا میشه منفی، میاد عقبتر، میاد عقبتر، کش پیدا میکنه دیگه، این میاد عقبتر، میشه منهای دو. ببین بردش تغییر نکرد، دیدی دامنه داره تغییر میکنه. این تا اینجا شد جی ایکس دوم. بچه ها این شد جی ایکس دوم. حالا علامت منفی یعنی قرینه نسبت به محور ایگرکا. ایکس های مثبت رو منفی کن، ایکس های منفی و مثبت کن، قرینه نسبت محور ایگرگا، ایگرگ آینش شده. خب همین اگه بخوام قرینه کنم نسبت محور ایگرگا، بذار قرینش کنم اینور،
آره با همون مشکی محور رو بکشم، بعد اینو قرینه کنم. خب اینطوری میشه قرینش. میاد اینجا، یعنی این میاد رو دو، این میاد رو منهای چار، همینطوری این یک همچنان، بعد بخین همچنان منهای سه، سقف و کفشون تغییر نمیکنه فعلا. این تو الان شد چی؟ این تو الان شد آقا جیه منهای ایکس دوم. حالا همه دستا به بالا. آقا نگاه کن چی شد، از این میکس سمی بود. آقا نگاه کن این سقف و کفش کش میاد یعنی دیگه مثلا اینجا میاد، ای داداش اذیت نکنی، اینجا میاد روی دو، چه اینطوری شد، اینطوری میاد اینجا، میاد پایین دیگه، بعد اینم اینطوری میشه. تمام عرض نقاط، عرضای حساس رو دو برابر کن. سقف دو میشه، کف منهای شیش میشه، تموم شد. این عددها رو باید مشخص کنی که طراح بفهمه تو فهمیدی. این شد چی؟ این شد دو تا جیه منهای ایکس دوم. به همین راحتی بریم بعدی. وارون تابه. اگر وارون اف خود یک تابع باشد، آخه بعضی میگه تابع وارون اف خودش تابع نیست. اگر تابع وارون اف یک تابع شود، میگوییم اف وارون پذیر است و این اتفاق زمانی میفتد که یک به یک باشد. ببین اینجا نگاه کن، گفتم زمانی تابع معکوس پذیره. یعنی چی؟ یعنی معکوسش هم یک تابع است که خود اف یک به یک باشد. اگر اف یک به یک باشد، آنگاه اف منهای یک یه تابع است، یعنی اف معکوس پذیره. و اگر اف معکوس پذیر باشد، آنگاه حتما اف یک به یک بوده است. گرفتی چی شد؟ خب معکوس پذیری و یک به یک بودن یه قضیه دو طرف است بینشون. اگه این باشه اون هست، اونم باشه این هست. حالا نگاه کن، وارون کردن از رو زوج مرتب گفتم کافیه جای مؤلفه های اول و دوم عوض کن. جای مؤلفه یک و دو رو عوض میکنی. حالا تو نگاه کن، من این مثال برات بزنم. یه تابعی مثل آ مثلا یک به یک نیست. یک به یک نیست یعنی چی؟ یعنی حالا مثلا اینو بزنیم سه که قاطی نشه. یعنی عرض دو تا از نقطه هاش حداقل با هم برابره. زمانی یک به یکه که هیچ کدوم از مؤلفه ها مؤلف، هیچ کدوم از زوج مرتبه مؤلف دوم برابر نداشته باشن. یعنی دومیاشون برابره. تابسا اولیشون برابر نیستا، ولی یک به یک نیست. چون دومیاشون برابره. حالا چرا یک به یکا غیر یک به یکا غیر معکوس پذیرن؟ وارون ناپذیرن. چرا؟ نگاه کن، من نگفتم جای مؤلفه ها رو عوض کن. آره. پس آمنهای یک بعد اینطوری بشه دیگه. بچا اینطوری نشون میدم معکوسو دیگه. جاشو عوض کن. چجوری میشه؟ چه آکولاد زشتی کشتم. دو یک دو سه. الان ناکن این چیزه، این تابه است؟ نه دیگه تابه نیستین. آها پس اف منفی یک تابه نشد. آها پس اف وارون پذیر نیست. آها چرا؟ چون یک به یک نبود. گرفتی؟ خب حله. نتیجه هم اینجا گرفتیم برات که اگر آ به مختصات آی کوچیک و بی کوچیک روی اف باشد، آ پریم به مختصات بی کوچیک و آی کوچیک روی اف منفی یک است و بالعکس. خون منطقیه دیگه، جاشون عوض میشه اصلا. خب همین الان گفتم جاشون عوض میشه. اگه بخوای اف منفی یک رو به دست بیاری تو زوج مرتبی، جای طول عرض رو عوض میکنی. خب یعنی که اگه نقطه به مختصات 1 و 8 رو اف باشه، 8 و 1 رو اف منفی یک. خیلی به کار میاد نکته، حواست باشه. وارون کردن اف از روی نمودارم که بد نیست بلد باشی که آقا قرینش رو نسبت به نیمساز رو به اول و سوم میکشی. اینجا گفتم نمودار تابع اف و اف منفی یک نسبت به نیمساز، نسبت به خط یک مساوی ایکس و نیمساز رو به اول و سوم قرینه هم به شکل روبرو. به عنوان یک مثال دقت کن دوست من، دقت کن. آفرین. الان اف اینطوری نگاه میکنی بهش، نفهمیدی چی گفتم ها. کج میکنی خودتو، این آینه فکر میکنی این ایگرگ مساوی ایکس آینه است. کج کن خودتو، این آینه است. خب حالا هر چیزی این ور آینه دیدی، این ور آینه هم باید ببینی. میبینی؟ آها
همون چیزی که رسم می‌کنی، قرینه‌ای که نسبت به ایگرگ مساوی ایکس رسم می‌کنی میشه نمودار اف منفی هلو بپره تو یلو. تموم شد رفت، تموم شد. خب آقا این هم از این نکته دام از این که اینا برعکس میشن خیلی پر واضحه که دامنه اف همان برد اف منفیه که است و برد اف همان دامنه اف منفی یک است. آقا واضحه دیگه، جاشون عوض میشه. دامنه این برد اونه، برد اون برد این دامنه ایمونه، جاشون عوض میشه. خب هر جا لازم بود دامنه اف منفی یک را به دست بیاوریم میتوانیم برد اف را محاسبه کنیم. تمام. آقا یه جایی لازم دامنه اف منفی یک را به دست بیاریم. خب از این تریکه، این هیله توی ذهنت باشه که آقا در واقع دامنه اف منفی یک رو جایی اگر نیاز شد میتوانیم برد اف را هم محاسبه کنیم. نقطه سرخط. بیا پایین، بیا پایین. نکته ترکیب دو تا تابع اف و اف منفی یک همانیست. خیلی مهمه، احتمالا از این سوال دارید. ترکیب اف و اف منفی یک همانی است. همانی یعنی چی آقا؟ همانی یعنی هر چیزی میدی به تابه به عنوان ورودی همون رو به عنوان خروجی همون رو به عنوان خروجی تحویل میده. گرفتی چی شد؟ داره میگه همون رو، پس تابه همانیه. یعنی اگه مثلا دو بهش بدی دو بهت میده، هشت بهش بدی هشت بهت میده، پونزه بهش بدی پونزه. ضابطش اینطوریه ایگرگ مساوی ایکس، ضابطش همون خط نیمساز نایه اول سومه. آره همونه. خب ترکیب دو تا تابع اف و اف منهای یک همانیه. آقا یعنی اف منهای یک او اف ایکس میشه ایکس، اف منهای یک پرانتز اف ایکس میشه ایکس. خب اینم از این. منتها بعد اف او اف منهای یک یا همون اف پرانتز اف منهای یک ایکس هم میشود این همون چیزا، همون اف منهای یک پرانتز اف ایکس، این هم میشه ایکس. منتها ببین از بین این ایکس با این ایکس ای چی بود گفتم چی بود بین این ایکس و این ایکس سم بود سم بین این ایکس و این ایکس از زمین تا زیر زمین فاصله است. این ایکس تو دل اف منهاییه که این بدبخت دامنه اف منهاییه که برد افه. این ایکس تو دل افه، این بدبخت دامنه افه برد اف منهاییه که اینا فرق دارن با هم، حواست باش. پس این تو دل افه میشه دامنه اف، دامنه اف که همون برد اف منفی یک است. این تو دل اف منهاییه که میشه دامنه اف منهایی یک که همان برد اف است. آقا به چه درد میخوره این چیزی که مثلا اینو بفهمیم؟ خب به این درد میخوره. نها کن مثلا اف ایکس رو، نها کن اف ایکس 3 و 1 4 و 2. خب این تو الان اینو میدونی که آقا اف منفی 1 او اف ایکس چیه؟ چیه؟ همانیه. همانی یعنی هر چیزی بهش بدهی همان را خارج میکند. خب الان این تو دل کیه؟ تو دل افه. پس ورودیام دامنه افن، یعنی 3 و 4 ورودیام دامنه افن 3 و 4. خروجی هر کدوم میشه خودش، یعنی 3 میشه همون 3، 4 میشه همون 4. ببین این شد اف منفی یک او اف. حالا تو اگه بخوای اف او اف منفی یک رو به دست بیاری داستان فرق میکنه، بعد هم فرق میکنه. الان نگاه کن اینجا داداش، نگاه کن آه این ایکس تو دل کیه؟ اف منهای یک. پس این دامنه اف منفی یک یا همون بگو برد افه، یعنی 1 و 2. پس ورودی هم 1 و 2 میشن. خروجی هم که نگاه میکنه به ورودی چون تابع همانی، میگه ورودی جون تو چی؟ میگه من 1م. میگه ببخشید منم 1م. میگه تو چی؟ میگه من 2م. میگه منم 2. نه گرفتی؟ دیدی چقدر فرق کرد اف منفی 1 او اف با اف او اف منهای 1؟ خب پس دقت کنید که درست است که اف منهای 1 این دوتا هر دو ایکس میشون، اما حدود ایکس برای این دو لزوما برابر نیست. توضیح دادیم. خب بیا بعدی.
مثال اگه اف این باشه، اف منهای یک، اف او اف منهای یک، اف منفی یک او اف. خب سریع به دست بیارم، موافقی؟ حل بیا اینجا آقا، اف منهای یک، اف منهای یک، اینا رو برعکس کن، میشه چار و یک، ماشاءالله. بعد این همانی هم هست دیگه، یعنی معکوس پذیره. چار و یک، سه و دو، خب پنج و سه، آفرین باریکلا کوچولو. حالا چی دیگه؟ حالا اف او اف منهای یک، باریکلا این چیه؟ این چون تو دل اف منهای یک قرار گرفته، دامنه اف منهای یک یا برد اف، باریکلا برد اف، برد اف. چهار سه پنی بل آقا، چهار سه پنی، بعد تابه همانیه. میاد میگه داداش تو چی ورودی؟ چهار. میگه منم چهار میشم، خروجی تو من چهارم. میگه تو چی؟ میگه منم تو هم. میگه تو چی؟ منم پنج. نکش خود تو هم پنج. به همین سادگی. بعد حالا میگه چیکار میکنی؟ میای اف منهای یک او اف رو هم به دست میاری. این بچه های خوب قشنگ برای خودت ردیف سه تا زوج مرتب خوشگل مشکل میذاری، میای برای خود آنالیز میکنی، میگی ایکس عضو دامنه اف، تو دل اف، پس اینجاها باید دامنه اف رو بذارم. یک دو سه، حالا تابع همانیه. یک من همانیم، خروجی من میشه یک. دو من همانیم، خروجی میشه دو. سه من همانیم، هر چه بدهید به من همان را خارج میکنم، این سه میشه. به به، کیفی داد خدا وکیلی، خیلی حال داد حضرت عباسی، حال دارم میکنم. خب بیا اینجا یه نتیجه فوق گوشتلخ از بحثای مهم قبلی هم داریم. از کدوم بحثا؟ از این بحثا که اف منهای یک او اف و اف او اف منهای یک میشه ایکس، اینه که با استفاده از نکته زیر میتوان پی برد که آیا دو تابع اف و جی معکوس هم هستن یا خیر، به این صورت که اگر g o f x شد x و f o g x شد x، یعنی نه یکیشو، هر دوش اگه شد x، آنگاه f و g معکوس یکدیگره. به به، سوال بد میده ها، تو امتحان سوال بد میده، میگه چی؟ میگه نشان دهید تابع f و g وارون یکدیگرن، f و g وارون یک. سری میگه چی؟ آها آقا سرنگی بهم گفت، وقتی بهم گفته بود که تابع اف و جی نشان بدید وارونه یکدیگرن، این سوالو که دیدم میام چیکار میکنم؟ میام میگم آقا اف جی ایکس رو حساب میکنم، جی اف ایکس هم حساب میکنم، بعد میگم چون هر دوتاشون بعد محاسبات من شک نکن میشه چیز، میشه ایکس خروجون، هر دوتاشون میشن ایکس، میگه آها پس تابع چیه؟ این دوتا معکوس یکدیگرن، چون اگه این اتفاق بیفته ترکیب اف و جی و جی و اف هر دو بشن ایکس، اف و جی معکوس یکدیگر، شک نکن. یه راه تشخیصش هست اگه من دستم نره تو چشم. خب حالا چیکار میکنیم داداش؟ میای اینجا اف جی ایکس و آجی به دست میاری، یعنی به جای ایکس های اف میذاری جی ایکس که میشه سه تا جی ایکس منهای چهار، و همچنین اینجا به جای ایکس های جی میذاری اف، ایکس های جی، یعنی به جای این میذاری اف. خب بذار اف ایکس به علاوه چار سوم. خب آقا سه تا جی ایکس، یعنی سه تا ایکس به علاوه چهار سوم منهای چهار، اف ایکس به علاوه چار سوم، اف ایکس که میشه سه ایکس منهای چهار، آه به علاوه چار سوم، آها به 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 به، آقا منهای چهار با به علاوه چهار رفت سه ایکس سوم میشه ایکس، جونم برات بگه این 3 با این 3 میره x به علاوه 4 منهای 4 میشه x. آها میگی چون این اتفاق افتاد، چون اینطوری مینویسی تو امتحان f o g و g o f همانی شدند، پس چی؟ آها وارون یکدیگرند. تموم شد رفت. بعدی روش به دست آوردن ضابطه تابع معکوس رو میخوایم با هم یاد بگیریم. بریم چجوری ضابطه تابع معکوس رو به دست بیاریم. برای محاسبه وارون تابع f، ابتدا x را بر حسب y می نویسیم. یعنی چی x را بر حسب y می نویسیم؟ ببین مثلا یه تابع داده مثلا x منهای 1، الان x رو باید بر حسب y بنویسیم، یعنی x رو تنها کن، منظورش اینه x را بر حسب y بنویسید، یعنی x رو تنها کن نوشتم.
بعد به جای x بنویسید f منهای 1، به جای x بنویسیم f منهای 1 و به جای y بنویسیم x، تموم. یعنی f منهای 1 میشه x به علاوه 1. به همین راحتی ما میتونیم ضابطه تابع معکوس رو به دست بیاریم. گفته ضابطه وارون تابع در صورت وجود به دست بیارید، دامنه برد هر تابع و وارون آن را با استفاده از نمودار مشخص کنید. خب الان چیکار میکنیم؟ میگی آقا h x میشه x2 به علاوه 1، سهمی که دامنش محدود نشد، حالا یه ذره جلوتر میگیم اصلا نمیتونه چیز باشه که یک به یک باشه، چون یه خط موازی محور ایگرک ها که تو رس کنی میبینی که عرض ثابت نقاط همه عرض داره، یعنی دوتا ایکس مختلف یه ایگرک میدن. اینا نمودارش هم این شکلیه، ایکس دوی که یه واحد رفته بالا، اینا ایکس دوی که واحد. پس آقا چون این یک به یک نیست، ببین یک به یک زمانی هست که هر خط موازی محور ایگرک ها نمودار تابع ایکس ها، ببخشید نمودار تابع رو حد اکثر فکر کنم قبلش هم گفتم ایگرک، حالا اگه گفتم منظورم اینه هر خط موازی محور x ها اگر نمودار تابع را در حد اکثر یه نقطه قطع کنه یک به یک، تای تاش یه نقطه باید قطع کنه. چرا آقا؟ مفهوم این قضیه چیه؟ به خاطر اینکه ناکن یه آلفا یه بتا به ازای دوتا x یه y تولید شده، پس این یک به یک نیست و درنچه وارون ناپذیر. همینجا هم دلیلشو می‌نویسی، این تابع